در روسیه کنسپسیای نو اویدی سیاست مهاجرتی قبول گردید. کلیق نوبتی رئیس جمهوری ترکمنستان. شرکت فراز با استخراج کانی تیلا مشغول می شود. در ششمین کنگرس بین المللی هموطنان روسی که سنه 31 اکتبر در شهر مسکو برگزار گردید، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا شوی کنسپسیای نوی دولتی دایر به سیاست مهاجرتی را اعلان نمود. сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Матни Пурай концепция дар сомонай Кремль. نشر شده است. مشاهدان قید میکنند بغیر از این همه در کنسپسیای نو یک قطار چاره ها درج گردیدند که واردات و جرایانی به قید دراری مهاجران مهنتی از آسیا میانه در قلمرو فدراسیون روسیه باز هم دشوار میگرداند. سند مذکور که 6 سال مهلت دارد اساسا برای رواج دادن منطقه های روی هفتاده و حل کردن معماهای دموگرافی نگرانیده شده است. طرفداران کنسپسیای نو موقع خود را از جهت اقتصادی اساسناک کرده میگویند که گویا مهاجران مهنتی به معاش کم قناعتمند بوده از دست شهروندان فدراسیون روسیه امتیازها را کشیده میگیرند. با وجود این آنها با جامعه روسیه یک جای نمیشوند، یعنی در مدنیت، زبان و دینی خود باقی میمانند. به عقیده اقتصادچی یوگنیا چرنینا مهاجرت این یگانه واسطه است که کمچینی قوه کاری را میپوشد و مهاجران اساساً جایهای کاری درجه اختصاصی پست را انتخاب مینمایند که در آن شهروندان فدراسیون روسیه نمیخواهند کار بکنند. از این لحاظ کار و فعالیت مهاجران مهنتی به معاش شهروندان فدراسیون روسیه ضرری نمیرساند. اویدی موضوع مذکور کریم جان یاروف در برنامه به حادثه روی آوردن در استودیوی رادیو آزادی اظهار عقیده نمود. Честно говоря, мы давно предлагаем, что если у вас такие проблемы, считаете, что во всех проблемах России виноваты мигранты. Мы не считаем. Осталось только, что, извините, пожалуйста, что будет грубо, если со своей женой не могут спать, и в этом тоже будут мигрантов обвинять. Я за то, чтобы ввели визу, но в то же самое время я хочу, чтобы, например, из моей страны убрали чужую армию. Мы не хотим. Мы способны сами защищать свою родину. И не надо из нашей страны делать буферную зону перед Китаем, перед Афганистаном или какими-то другими странами. در عرفه کشاده شوی جام جهانی آید به وزن برداری که از سنه 28 اکتبر تا 10 نوامبر در پایتخت ترکمنستان برگزار می‌گردد، رئیس جمهوری کشور قربانگولی بردی محمدوف در اطراف منصبداران قرصک زنی خود در پخش مستقیم به اهالی کشور مهارت وزن برداری خود را نمایش داد. مخصوص برای این کرگسی وزنه از طلا ریخته شده است. پخش نوار از تلویزیون دولتی التین اسیر نمایش داده شد. طبق حسابات معاون سروزیر آقا مرادوف در مسابقه مذکور بیش از 100 کشورهای جهان از جمله کشورهای آفریقا، اروپا، آسیا، کشورهای آمریکا و اقیانوس اشتراک می‌ورزند. در مجموع از خارجه 800 نفر ورزشگران، 300 نفر مربیان، 45 نفر داوران و دختران، 70 نفر نمایندگان وسایت اخباری عامه و 100 نفر کارمندان فدراسیون بین المللی آید به وزن برداری همگی آمدنی 1500 نفر در نظر داشته می شود. در مسابقه مذکور همگی 201 مدال، 67 مدال طلا، 67 مدال نقره و 67 مدال برنجی نواخته می شود. با عقیده رهبریت ترکمنستان که سنه 26 اکتبر در مجلس حکومت گفته شد، کشورمان به جای تبدیل می‌یابد که بازی‌های بزرگی ورزشی گذرانیده می‌شود. این از آن دلالت می‌کند که سمت سیاستی پیش گرفته رئیس جمهور با موفقیت می‌باشد.
در برابر این ته سال آخر اهالی کشور فروروی سیاست اقتصادی رژیم را در بالاروی نرخ محصولات های آذوقواری ضروری خیلی خوب حس میکنند. نارسایی آرد و محصولات های آردی، امتیازها به گاز، قوه برق و آب بیکار کرده شده است. در خصوص شکنجه دهی نه تنها اربابان دینی مستقل بلکه ساکنی رعایت کننده دینی خود تا جایی رسیده است که چنین شخص ها را رژیم حتی برطرف می سازد. سرایاست گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان رویخط نوی شرکت هایی که لیسانسیه آید جستجو، تدقیقات و استخراج کندنی های فایدناک را به دست آورده است نشر نمود. طبق رویخطی که یک نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی می باشد، بنابر آن شرکت فراز حقوق استفاده برای کان های طلای عقابخانه و کان سرمه در پهندره را تا سال 2022 پیدا نموده است. کان های مذکور در منطقه های ناحیه عینی در شمال تاجیکستان جایگیر می باشد. باید قید نمود که از زمانی پیداشوی شرکت مذکور فعالیت آن از واردات و فروش موادهای سوزشواری و مالیدنی در داخل کشور، سپس فروش موادهای سوزشواری و مالیدنی به همسایه کشور افغانستان عبارت بود. با مرور زمان دایره منفعت شرکت مذکور از مکتبهای رانندگی و داروسازی تا به زوادهای متالورگی وسیع گردیده است. یادرس میکنیم که تابستان امسال به شرکت فراز حقوق برای دادن کاغذ طبی شکل 026 برای داخل شدن به مکتب داده شد و نرخ آن 78 سومانی مقرر گردید. حکومت کشور نامی صاحب شرکت مذکور را افشا نمی کند، ولی منبعهایی که به حکومت نزدیکند می گویند که آن به یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق می باشد. اطلاع می دهد رادیو آزادی. مؤسسان جمعیت سهامی پوشیده فراز برای دستگیری این چنین باید قید نمود که متعلق بودن شرکت مذکور به یکی از دامادهای رحمان به کسی از اهالی کشور پوشیده نیست. پوشیده فراز برای